در حاشیه اکران فیلم سرزمین رویاها در لس آنجلس با شیرین نشاط، هنرمند عکاس و فیلمساز ایرانی که از نیویورک به اینجا سفر کرده گفتگو کردم و از او درباره خیزش سراسری مردم ایران بر علیه جمهوری اسلامی و نقش زنان در اعتراضات اخیر پرسیدم. خانم نشاط، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آثار شما چه در مقوله فیلمسازی از زنان بدون مردان تا آثار مشهور شما در زمینه عکاسی معطوف میشه به مسائل زنان در دوران معاصر. حالا با جنبش این روزهای زنان ایران در این خیزش سراسری بر علیه جمهوری اسلامی، زنان امروز رو چگونه ارزیابی میکنید؟ به نظر من اون جسارت و قدرتی که زنای ایرانی دارن از نسل‌های مختلف من در هیچ جا ندیدم. من در تمام کارام مسائل مختلفی که زنها باش روبرو هستن زیر سوال گذاشتم. مسئله حجاب، مسئله بدن یک زن، مسئله مذهب. زمان اجتماعی اون موقع که من در ایران زندگی می‌کردم به این سختی نبود. ما اونقدر فشار رومون نبود که این جوانای امروزه هست. و وقتی که تو اونقدر فشار روزه، خب عکس العملت هم متفاوته، میدونی؟ و اینی که من همیشه حتی از مادر بزرگم تا مادرم این شجاعت و جسارت رو دیدم، واقعا دیدم. ولی این نسل جدید به نظر من خیلی متفاوته. با توجه به قطعی اینترنت و دسترسی محدود اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده فعالان مدنی در طی روزهای اخیر، نقش هنرمندان در خارج از مرزهای ایران واقعا چیه؟ چقدر این حمایت میتونه اثرگذار باشه؟ اعتباری که ما داریم به عنوان هنرمندا در دنیا، اسمی که داریم، شهرتی که داریم، پولی که داریم، هرچی که داریم تو وجودمون هست، از ایرانی ها داریم، از هموطنامون داریم. و این زمانی که کشور ما در یک دوره خیلی دشواری رو میگذرونه، خب مجبور وظیفه‌مونه که هر طوری که شده به هر عنوانی بتونیم کمک کنیم. در این خیزش سراسری اخیر، خب زنان پرچمدار هستند و در اول صفوف قرار گرفتند. برای هنرمندی مثل شیرین نشاط، چقدر زنان امروزی در ایران الهام بخش هستند برای تولید یک اثر تازه؟ زنهای ایرانی ممکنه برای اولین بار یک انقلاب زنانه کرده باشن در تاریخ دنیا. به خصوص این فمینیسم که در ایران در این چند ساله به خصوص رشد کرده، یک اتفاق استثنایی در تاریخ، نه در تاریخ ایران، در تاریخ دنیا. سپاسگزارم خانم نشاط.